یک ناحیه محلی در نزدیک پایتخت امریکا برنامه امتحانی توزیع غذا را برای حمایت از تجارت‌های کوچک که از ویروس کرونا صدمه دیدند و برای رسیدگی به خانواده‌های مسلمان که فقط گزینه غذای حلال را دارند آغاز نموده است. با دلیل ویروس کرونا در ناحیه فیرفکس ویرجینیا برخی از خانواده‌های مسلمان با کاهش درآمد مالی و عدم دسترسی فرزندانشان به غذاهای آماده در مکاتب با مشکلات روبرو هستند. یکی از مقامات منطقه میگوید این برنامه امتحانی توزیع غذا تلاش‌های آنها را برای حمایت از فرهنگ‌های مختلف و مذاهب مختلف در طول بحران کووید منعکس می‌سازد. این برنامه برای استخدام افراد است و ما می‌خواهیم مطمئن شویم که نظر برنامه وان فیرفکس برای همه افراد منطقه تطبیق شود و برای کسانی که امکان دسترسی به غذاهای خودشان را ندارند بتوانیم کار کرده باشیم و افراد را برای این برنامه استخدام کردیم. آنچه یکی از اعضای پروگرام برای شما گفت، ما همه می‌خواهیم بحران ویروس کرونا را به تنهایی نه بلکه به شکل گروهی پشت سر بگذرانیم. دو سرآشپز که غذاهای متنوع شرقی در شهر واشنگتن دی سی پخته میکردن اکنون برای خانواده های مسلمان غذای حلال آماده میکنن و آنها به دلیل شیوع ویروس کاروبار خود را از دست دادن. با شیوع کووید 19 من و شریکم از طرف رستورانت ما در واشنگتن برکنار شدیم و ما بعد از چند روز تصمیم گرفتیم یک کاری بکنیم. وقتی آشپزخانه های مرکزی را در منطقه جستجو کردیم اینجا را پیدا کردیم که برای کاروبار ما مناسب بود. یکی از گروه های فرانتیر کیچن یا آشپزخانه مرکزی بر استفاده خصوصی افراد است که آنها برای سرآشپزها فرصت تهیه غذا برای برنامه های خاص توزیع غذای فرفکس برای خانواده های مسلمان مهیا ساخته است و از تجارت های کوچک که در اثر این ویروس کاروبارشان به هم خورده است نیز حمایت میکنند. جالب است کاروبار ما در این مدت خوب پیش می رود. مدل تجارتی ما برای برخی از تجارت‌های کوچک کمک کرده است تا به مشکلاتشان از طریق آشپزخانه مرکزی ما رسیدگی کند. قسمی که ما کار می‌کنیم، اینجا جای درست برای اکثر کاروبارهای کوچک است. کسانی که قبلا غذا آماده می‌کردند، اکنون از اینجا می‌توانند با کارشان ادامه دهند. برخی دیگری که رستوران دارند و به دلیل ویروس کرونا کارشان متوقف شده است اینجا می آیند و آشپزی می کنند. اخیرا ما متوجه افزایش استفاده از این آشپزخانه مرکزی شده ایم. وان فیرفکس و شورای اسلامی امریکا برنامه ویژه توزیع مواد غذایی حلال را برای خانواده های مسلمان در این منطقه تمویل می کنند. ما در تحقیقات خود متوجه شدیم که جامعه مسلمانان بیشتر نیاز به غذای حلال دارند و چون همه توزیع غذا در طول هفته انجام می شود، ما تصمیم گرفتیم غذاها را برای آخر هفته آماده کنیم و این خلای توزیع مواد غذایی را نیز رفع کنیم. ایمان حبیب مالک رستوران سیاره بونبونی می گوید با شیوع ویروس کرونا حدود 70% او متضرر شده است و اکنون در برنامه امتحانی توزیع غذا از طرف ناحیه منطقه او توانسته دوباره کاروبارش را پی پیش ببرد و عاید داشته باشد. این پروگرام نه تنها برای من کمک کرده بلکه برای آنهایی که کارشان را هم از دست دادن کمک نموده و همچنین برای کمک به فروشندگان محلی نیز مؤثر بوده. من با چند نفری که بغلوا و نان پیده برای پروگرام توزیع غذا آماده می کند کار می کنم و برای همه هم کمک شده است. این سرآشپزها هر هفته برای حدود 250 خانواده مسلمان در آشپزخانه فرانتیر غذا آماده می کنند. در این پروگرام آنها دو نوع غذا با گوشت و بدون گوشت را در قوطی ها آماده می کنند و در آخر هفته برای خانواده های نیازمند توزیع می شود. برابر شیوع ویروس کرونا در امریکا طرز کار مردم تغییر کرده و برخی کاروبارهای کوچک صدمه دیده راه های مختلف را پیدا کردند که کاروبار خود را پیش ببرند، همچنان بتوانند که بر مردم منطقه از این طریق کمک کنند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای امریکا، ویرجینیا.